درود به شما هممیهنان عزیز، درود به شما دوستان خوب. و اما با این مدیریت جهادی و انقلابی و آنگوزمانی که این رئیسی اومده بنا کرده، به زودی ما مجبوریم کیش و قشم و خوزستان هم بفروشیم تا حقوق بازنشسته ها رو بدیم. حالا این حرفو کی زده؟ سجاد پادام، مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار. ایشون گفته که کشور یونان 100 تا جزیره فروخت تا بتونه مطالبات بازنشستگانشو بده. ما هم به زودی به همین وضعیت دوچار میشیم. حتی اگه 3 میلیون بشکه نفت رو بدون تحریم در روز بفروشیم و پولشو کامل بگیریم، بازم نمیتونیم بحران بازنشسته ها رو حل کنیم. بعد در 5 ماه 85 هزار میلیارد کار عمرانی میکردیم، ولی فقط 13 هزار میلیارد اجرایی شده. یعنی چی؟ یعنی 20%. حالا فهمیدین اینا همش زمین سازیه برای اون چیزی که تا حالا فروختن و قراره به زودی در آینده بفروشن. پس آسوده مشغول دعواهای جناحی و گروهکیتون باشین که فرقه اسلامی سخت مشغول ویرانگریه. با دست بردارین از این دعواهای علکی و جناحیتون، برسین به داد مردم ایران. نشستین این ور دنیا تو اروپا و آمریکا و کانادا دارین دعوای جناحی راه میندازین. کی چی کار میکنه، کی چی کار نمیکنه، کی خندیده، کی گوزیده. بابا ول کن این چیزا رو. جمهوری اسلامی نشسته داره هلوف هلوف مملکت رو میکشه بالا و مشغول چپاولگریه، شما اینجا نشستین دعوای جناحی میکنین. جمع کن بابا بساط تو. خب بریم ویدیوی از صحبتهای سجاد پادام، مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار رو بشنویم. اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، با اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، میدونم خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده، یونان میکنم حدود 100 تا جزیره فروخت برای اینکه بتونه مطالباتی که توی در واقع نظام بازنشستگی توش گیر کرده بود و استقراضی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود رو بتونه پاس بکنه. ما میریم با اون مسیر. چون ما حتی اگه الان 2-3 میلیون بشکه نفتمون هم آزاد بشه و بفروشیم و پولش هم جرینگی به حسابمون بیاد، احتمالاً تو سال آینده بازم در واقع این هزینه ها رو پاس کردنش برامون سخته. شاید هزینه پاس کردن یه مقدار آسون بشه، ولی قطعاً دیگه همچنان عمران نداریم. ما تو 5 ماه باید 85 هزار میلیارد تومان در عمران خرج می‌کردیم، عمل کردش 13 هزار میلیارد تومان بود. 1401، یعنی حدود 20% اون چیزی که برنامه‌ریزی کردیم در عمران در واقع تحقق پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی ما در این شرایط با این وضعیت اولویت اولمون پاس کردن هزینه های حقوق مستمریه. ما اولویت عمرانی توسعه ای الان تو بودجه هامون همین الان نداریم. این دلیلی که مثلا توی تامین اجتماعی میگید که یک بیقراری وجود نداره واسه اینکه اصلاحات رقم بخوره. تامین اجتماعی شما به عنوان بزرگترین صندوق خیلی مسئله ممکنه واسهت پیش بیاد. میبینید سیاسیون چه بلایی سر صندوق آوردند. در ادامه همین اخبار فروش ثروت‌های ایران، فرقه شیطانی با تمام توانش همچنان در حال فروش ایران هست. سازندگی درباره یک حراج جدید که دستن در کاران فرقه اسلام به راه انداختن نوشته که ارگ راین کرمان، باغ هرندی، گراند هتل، کاروانسرای زعفرانی، کاخ ناصرالدین میرزا و 14 تا بنای تاریخی دیگه توسط وزارت میراث فرهنگی با هدف بهره برداری به مزایده گذاشته شده. خب این از این. هی دارن میفروشن. اون وقت ما خودمونو زدیم به خواب یا سرگرم بازی های مسخره و دعواهای جناحی و گروهکی هستیم و تو فضای مجازی هی فوش به همدیگه میدیم. اما بهتره که توجه کنیم در حالی که خواست فرقه اسلامی رو داریم برآورده میکنیم با این کارامون، این رژیم داره با سرعت به ویرانگری هاشون ادامه میدن.
رسانه‌های رسمی سوریه از واکنش پدافند هوایی این کشور به حمله هوایی اسرائیل در آسمان شهر حلب خبر دادن. دیدبان حقوق بشر سوریه از شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی در نتیجه بمباران اسرائیل علیه مواضع نظامی در اطراف شهر حلب گزارش داده. المیادین هم گزارش داده که بله، فرودگاه بین‌المللی حلب و کارخانه‌های وزارت دفاع سوریه در ریف از جمله اهداف جنگنده های اسرائیل هستند، دارن بمبارون میکنن، ولی ما هم ساکت ننشستیم و ما هم از این طرف داریم اونا رو میکوبونیم. 11 اردیبهشت، کادر درمانی در قزوین دست به تجمع زدن به مناسبت روز کارگر. یعنی تمام کارگرها تو شهرهای مختلف دست به تجمع زدن. شماری از کادر درمانی قزوین مقابل استانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدن. در ادامه همین تجمعات روز کارگر، بازنشستای تامین اجتماعی هم خب به هر حال تو سراسر کشور چند روز بود که دست به اعتراضات و اعتصابات زده بودن و تو همین بین علی نجاتی به مناسبت روز جهانی کارگر در جمع کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شوش سخنرانی کرد که سخنانش قابل شنیدن. این سخنان طولانی، این سخنرانی، ولی خب ما یه مقدار کوتاهش رو در حد 1 دقیقه برای شما میذاریم. جالبه. ما الان 2 سال چسبیدن در خیابان هستیم، ولی متاسفانه مسئولین گوش شنوایی ندارن. علی‌رغم اینکه واقعا تورم، یعنی نمیشه تورم باید بگی واقعا قارن سفره. توده زحمتکش و کارگران میان اعلام میکنن 47% و 46% و نمیدونم حالا چنده ها، در صورت که واقعا همه ما آگاه هستیم و میدونیم که واقعا تورم خیلی بیشتر از این هست. همین الان میبینیم بدونیم که اضافهی به کارگران یا بازنشستگان بدن، اومدن از 30% تا 100% اقلام خوراکی و برحال اون مایحتاج روزانه زندگی مردم رو افزایش داره یا تورم بردن بالا، در صورتی که واقعا هیچی به کارگران یا زحمتکشان یا حقوق‌گیران هیچ دستمزد اضافه نشد. فلاکتی که واقعا روز به روز داره بیشتر میشه و ستمی که روز به روز داره بیشتر میشه با اتحاد عمل در کف خیابون به اون خواسته ها و مطالبات خودمون برسیم. اشکان مروتی رو یادتونه؟ همتون حتما یادتونه. بله، اشکان مروتی بعد از اون موضوع که براش پیش اومد در کردستان و درگیری ها و زخمی شدنش و بعدش هم حالا درمانش و بعدش هم فرارش از ایران، در عراق ساکن شده بود و متاسفانه یه ویدیوی از خودش در توییتر منتشر کرده و میگه که قصد داره خودش رو به کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر اربیل تحویل بده. اشکان در ویدیویی که نزدیک سفارت رژیم اسلامی ضبط شده ضمن اشاره به مادرش میگه که منم یه هدفی دارم واسه خودم، روش پایبندم، قربون اون مادری برم که شب و روز به فکرم بوده، ولی چیکار کنم دیگه، قسمت ما هم همین بوده. و در ادامه میگه که الان که این ویدیو رو میبینین دیگه من خودم رو تحویل دادم، امیدوارم توی دادگاه خوب محاکمه بشم. به هر حال من واقعا نمیتونم قضاوتش کنم. یه سری پیام ها و ویدیوهایی از این آقا اومد بیرون که در طرفداری از یه سری حالا گروهک ها و حزبایی بود که اصلا مناسب نبود، بعد مخالفت با شاهنشاهی بود و خلاصه حالا امروز هم میخواد بره خودشو تحویل بده. واقعا اصلا من به شخصه نمیدونم چه خبر و داستان چی هست. به هر حال امیدوارم که این مسئله هم حل بشه، چون واقعا من به شخصه اصلا نمیدونم این داستان چی هست داستانش. قربون همتون برم، مرسی از محبتتون، از بزرگواریتون. این ویدیو رو میذارم، شاید سخت‌تر از هر کسی، قطعا همینطوری خانواده‌ام هستن، ولی دیگه هر کسی تو این دنیا واسه یه چیزی درست شده. الان نزدیک سفارت ایرانم، من هم یه هدفی دارم واسه خودم، روش پای بندم، قربون اون مادری برم که شب و روز به فکرم بوده. ممنون از همتون، شما بزرگوارین،
ولی چیکار کنم دیگه، قسمت ما همین نزدیکه تقریبا بسش واستادم که بتونم این ویدیو رو بگیرم واسه همه بفرستم. شاید قسمت باشه منم کنار خیلی از دوستا باشم. میخوام الان برم خودم رو تحویل بدم تو اربیل کردستانم. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروزم رسیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. لطفا نظرات خودتون رو کامنت کنین و از ما حمایت کنین با لایک و کامنتاتون. سپاسگزاریم. این ویدیو با دیگر دوستانتونم حتما شیر کنین. تا برنامه بعد، بدرود.